وقتی با فردی که اختلال اوتیزم براش تشخیص داده صحبت میکنم، چگونه صحبت کنم که بهتر باشه؟ مهمتر از همه اینه که فرصت بدین تا احساسش رو و آشناییش رو با شما کامل کنه. مجبورش نکنید که با شما صحبت کنه یا بغلش کنید یا ابدا. اجازه بدین که خودش رو با شما تنظیم کنه و وقتی که از نظر احساسی خودش رو تنظیم کرد، خیلی ساده و شفاف سوالاتتون رو بپرسید یا صحبت کنید یا نظرتون رو بدین. از کلمات انتزاعی و اشکال هندسی استفاده نکنید. ساده و شفاف باشه و صبور باشید تا اون فرد با سرعت خودش چیزهایی که شما میگین رو بتونه روش کار کنه و به هر شکلی که میدونه پاسخ بده و شما نخواهید جمله اونو کامل کنید یا دوباره توضیح بدید یا صداتون رو بخواید بالاتر ببرید یا جمله هاتون رو هی تغییر بدید. نه، خیلی عادی مثل بقیه که رفتار میکنید، منتها با صبوری بیشتر و با کلمات ساده تر. نه اینکه همه چیز رو بخواید ترجمه کنید، تعریف کنید. تشخیص این که روی کجای این طیف هستن مهمه، ولی به عنوان یک قانون کلی این رو داشته باشیم. ساده، شفاف و صبور برای اینکه پردازش ذهنی و آرامش احساسی اتفاق بیفته.